أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر حامیم این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان این دو است جز به حق و برای سرآمد معینی نیافریدیم اما کافران از آنچه انذار می شوند روی گردانند به آنان بگو این معبودهایی را که غیر از خدا پرستش می کنید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند یا شرکتی در آفرینش آسمان ها دارند؟ کتابی آسمانی پیش از این یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید اگر راست میگویید. چه کسی گمراه تر است از آن کس که معبودی غیر خدا را میخواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمیگوید و از خواندن آنها کاملا بیخبر است؟ هنگامی که مردم محشور میشوند معبودهای آنها دشمنانشان خواهند بود حتی عبادت آنها را انکار می کنند هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود کافران در برابر حقی که برای آنها آمده می گویند این سحری آشکار است بلکه می گویند این آیات را بر خدا افترا بسته است بگو اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم شما نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید او کارهایی را که شما در آن وارد می شوید بهتر می داند همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد و او آمرزنده و مهربان است بگو من پیامبر نوظهوری نیستم و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد من تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم و جز بیم دهنده آشکاری نیستم بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد و او ایمان آورد و شما استکبار کنید چه کسی گمراه تر از شما خواهد بود خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند کافران درباره مؤمنان چنین گفتند اگر اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها در پذیرش آن بر ما پیشی نمی گرفتند و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدند می گویند این یک دروغ قدیمی است پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود نشانه های آن را بیان کرده و این کتاب هماهنگ با نشانه های تورات است در حالی که به زبان عربی و فصیح و گویاست تا ظالمان را بین دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد تانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن می مانند این پاداش اعمالی است که انجام می دادند ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش 30 ماه است تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به 40 سالگی بالغ گردد می گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن خوشنود باشی و فرزندان مرا صالح گردان من به سوی تو باز می گردم
و توبه می کنم و من از مسلمانانم. آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جای دارند. این وعده راستی است که وعده داده می شدند. و کسی که به پدر و مادرش می گوید اف بر شما، آیا به من وعده می دهید که من روز قیامت مبعوث می شوم؟ در حالی که پیش از من اقوام زیادی بودند و هرگز مبعوث نشدند. و آن دو پیوسته فریاد می کشند و خدا را به یاری می طلبند که وای بر تو، ایمان بیاور که وعده خدا حق است. اما او پیوسته می گوید اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. آنها کسانی هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام کافری که پیش از آنان از جن و انس بودند مسلم شده، چرا که همگی زیانکار بودند. و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند تا خداوند کارهایشان را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد. آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند به آنها گفته می شود از طیبات و لذایذ در زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید، اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید جزای شما خواهد بود. برگذشت هود برادر قوم عاد را یاد کن. آن زمان که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد، در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز خدای یگانه را نپرستید، و گفت من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. آنها گفتند آیا آمده ای که ما را با دروغ هایت از معبودانمان بازگردانی؟ اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور. گفت علم آن تنها نزد خداست و او می داند چه زمانی شما را مجازات کند. من آنچه را به آن فرستاده شده ام به شما می رسانم. وظیفه من همین است، ولی شما را قومی می بینم که پیوسته در نادانی هستید. هنگامی که آن عذاب الهی را به صورت ابر گسترده ای دیدند که به سوی دره ها و آبگیرهای آنان در حرکت است خوشحال شدند. گفتند این ابری است که بر ما می بارد. ولی به آنها گفته شد این همان چیزی است که برای آمدنش شتاب می کردید. تند بادی است وحشتناک که عذاب دردناکی در آن است. همه چیز را به فرمان پروردگارش در هم می کوبد و نابود می کند. آری آنها صبح کردند در حالی که چیزی جز خانه هایشان به چشم نمی خورد. ما این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم. ما به آنها قوم عاد قدرتی دادیم که به شما ندادیم و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم، اما به هنگام نزول عذاب نه گوش ها و چشم ها و نه عقل هایشان برای آنان هیچ سودی نداشت، چرا که آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام آنچه را استهزا می کردند بر آنها وارد شد. ما آبادی هایی را که پیرامون شما بودند نابود ساختیم و آیات خود را به صورت‌های گوناگون برای مردم آنها بیان کردیم شاید بازگردند. پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند به گمان اینکه به خدا نزدیکشان سازد آنها را یاری نکردند، بلکه از میانشان گم شدند؟ این بود
نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا می‌بستند. به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند، وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید، و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بین دادند، گفتند ای قوم ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده هماهنگ با نشانه‌های کتاب‌های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می‌کند. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید هرگز نمی‌تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یار و یاوری برای او نیست، چون این کسانی در گمراهی آشکارند. یا آنها نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها ناتوان نشده است می تواند مردگان را زنده کند؟ آری او بر هر چیز تواناست. روزی را به یاد آور که کافران را بر آتش عرضه می دارند و به آنها گفته می شود آیا این حق نیست؟ می گویند چرا، به پروردگارمان سوگند که حق است. در این هنگام خداوند می گوید پس عذاب را به خاطر کفرتان بچشید. پس صبر کن آنگونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، و برای عذاب آنان شتاب مکن. هنگامی که وعده‌هایی را که به آنها داده می شود ببینند، احساس می کنند که گویی فقط ساعتی از یک روز در دنیا توقف داشتند. این ابلاغی است برای همگان. آیا جز قوم فاسق هلاک می شوند؟